قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در تیTV. خانم ها آقایان سلامی گرم و درودی بی پایان بر تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا عزیزانی که این برنامه رو از ایران می‌بینن همونطوری که شما ایزان میدونید ماه مرداد ماهی هستش که من لباس های صورتی پوشم به خاطر پشتیبانی از کسانی که سرطان سینه دارن و بیماری سرطان سینه دارن و برای همین هم و به از اون برای آگاهی کردن اشخاص و ملت در مورد بیماری سرطان سینه و تشویق میکنیم ما اشخاص رو که هر خانومی که بعد از سن سی هستش حتما با پزشکی با خودشون صحبت بکنن برای ام تست های مختلفی که میشه انجام داد برای جلوگیری از سرطان سینه و میدونید خیلی مهمه که ملت بیدار بشن در مورد این مشکل و بیماری هستش که متاسفانه گریبانگیر خیلی از اشخاص میشه خیلی از خانم ها میشه و به خاطر همین هستش که اقلا ما این کارو داریم میکنیم که شما رو یاداوری کنیم بهتون که حتما با دکترتون در مورد این مسائل صحبت بکنید سوال اول امروزمون امروز رو که اجازه بدین که جواب بدم من یکی از دوستان سوال کردن در مورد ایمیلشون رو فرستادن ولی کن اسمشون رو ننوشتن و برای من خیلی جالبه نمیدونم چرا دوستان اسمشون نمی نویسن و نمیدونم و حتی اسم کوچیکشون نمی نویسن میدونی که خیلی وقت ما خیال میکنیم که مثلا اگر اسممون رو بنویسیم توی ایمیل چی میشه یا چه چیزی برای چی نمیشه میدونی چند تا محمد چند تا علی چند تا چندتا چند تا یاسمن چند تا توی ایران هستش معلوم نمیشه که دادم ایمیل از کی هستش روی حساب اگر که برای من اسمتون رو بنویسین کمک میشه که در تلویزیون که صحبت میکنم اقلا با خود شما صحبت میکنم در هر صورتی دوستمون نوشتن که خیلی علاقه من هستم حداقل یک مقطع از تحصیل خود را در یک کشور متناسب بارشتم تحصیل کنم به دلایل مختلف یادگیری کامل زبان انگلیسی در حد نیتیو داشتن اقامت یک کشور پیشرفته و تبادل علم با اساتید دانشگاه خارج از کشور خیلی خوب هستش درستم هستش نظر بسیار عالی استش من امسال در آزمون دکترای رشته نمیگم رشتهشو رتبه بالایی رو گرفتن ایشون و در مصاحبه دانشگاه های مختلف در ایران که دانشگاهی بسیار عالی هستن شرکت کردم احتمالا در, دانشگاه در دانشگاهی قبول میشوم و اون دانشگاهی هم که میگن خیلی دانشگاه خوبی هستش در حال حاضر نمیدونم باید کدام راه رو انتخاب کنم یک سوالشون از منه قبل از ثبت نام در مقطع دکترا انصراف خود را اعلام کنم و برای پذیرش خارج از کشور تلاش کنم به هیچ عنوان به هیچ عنوان اگر شما در مقطع دکترا در ایران قبول شدید و هنوز نمیدونی تو آمریکا قبول میشی یا نه هنوز نمیدونی ویزا میگیری یا نه به هیچ عنوان انصراف خود را اعلام نکن اون پل پشت سرته داری انجام میدی برای چی میخوای انصراف بدی نه الان معلومه که میای آمریکا اصلا ببینیم که چه خواهد شدش روی حساب نه انصراف نده چند ترم به دانشگاه برم بعد از پذیرش گرفتن انصراف بدم نه بعد از پذیرش گرفتن خیر بعد از ویزا گرفتن پذیرش گرفتن دلیل به دادن ویزا از طریق کنسولگری آمریکا نمی شود روی حساب وقتی ویزا رو تو پاسپورتت زدن بعد وارد آمریکا بشو بعد انصراف بده ببینید خیلی مسائل باید محافظه کارانه انجام بدید برای اینکه هر مقطعی رو شما نگاه کنید ممکنه که براش مشکل پیش بیاد شما رو پذیرا نباشه دولت آمریکا و شما رو پس بده به کشورتون روی این حساب باید دقت بکنید که به هیچ اه 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 به هیچ به هیچ زمانی تا زمانی که وارد آمریکا نشدی انصرافت رو نده درس رو در دانشگاه ایران به ما برسونم و فرصت مطالعاتی رو در کشور دیگر بگیرم ممکنه بشه این کارو ولی یواش یواش انجام بده مقطع دکترا شروع کن تو ایران در کنار اون ببین که میتونی اینجا پذیرش بگیری اگر که پذیرش گرفتی و با بورسیه بودش به وارد ایالات متحده و ویزا بهت دادن وارد آمریکا بشو و بعد در اینجا که هستی میتونی که من ترجیح میدم که اگه بتونی دکترا اینجا بگیری ممکنه برات بهتر باشه برای آینده که در آمریکا بتونی که کار پیدا بکنی یا اینکه اگر که بخوای به کشور خودت برگردی و خدمت بکنی بسیار مالی هستش روی این حساب میتونی همه کارا رو یواش یواش انجام بدی انصراف نده وارد دانشگاه بشو ترم چند ترمو بگذرون و بعد از اون ببین که میتونی که برای دانشگاه اینجا اقدام بکنی یا خیر سوال دیگه این هستش که اگر من در ایران دکترا بگیرم و فرصت مطالعاتی و در نهایت پستاک رو خود, خود رو در کشور دیگر بگذارنم آیا باز هم امکان داره که این جانب عنوان یک استاد در دانشگاه خارج از ایران مشغول به فعالیت شوم و اقامت آمریکا یا آن کشور دیگر را بگیرم یا پست دکترا مدرکی تشریفاتی است؟ نه پست دکترا به هیچ شما مدرک تشریفاتی نیستش خیلی از اشخاص هستن که میان اینجا و پست دکتراشون رو میگیرن و اینجا میتونن که برای گرین کارت از طریق علمشون که ای بی یک بهش میگن اقدام بکنن این حساب شانسش هستش که شما بتونید که این کار رو انجام بدید سوال بعدیمون رو شخصی به نام نسترن میپرسن نسترن رو نوشتن نسترن حالا ایمیل نسترنه نمیدونم نسترن هستن یا نه نوشتن در مورد ویزای ازدواجی چند پرسش دارم من سال گذشته گرین کارتم رو دریافت کردم و به مدت ده ماه در ایالات متحده زندگی و کار کردم بسیار عالی الان چهار سال هست که با دوست پسرم تصمیم ازدواج داریم و شرایط به هیچ وجه جور نبود وگرنه سال گذشته ازدواج میکردیم و هر دو به مصاحبه سفارت میرفتیم حالا امسال امسال تابستان درگیر پروسه ازدواج هستیم و من در مورد چگونگی اقدام برای او چند پرسش دارم پس خانم نسترن گرین کارت داره ده ماه هم در آمریکا زندگی کرده الانم با دوست پسرشون که در ایران هستن دارن ازدواج میکنن و امیدوارم که ماهارم دعوت کنن که دیگه همه دور هم باشیم <applause> شوخی همسر من اکنون ببین چه چقدر قشنگ شد همسر خیلی قشنگه نامزد بود الان شد همسر همسر من اکنون دانشجوی فوق لیسانس است و دو سال طول خواهد کشید تا درسش تموم بشه من هم دوست دارم پس از ازدواج پیش او باشم و همین دلیل قصد دارم برای گرفتن پاس سفید اقدام کنم پاس سفید همون اجازه دولت آمریکا برای کسانی که گرین کارت دارن هستش که بتونن که از کشور خارج باشن برای مدت زمان طولانی که اگر در طول دو سال اصلا فرصت سفر به ایالات متحده را نیافتم موقعیت گرین کارتم دچار مشکل نباشه آفرین حال پرسش من این است که آیا امکان داره اقدام برای همسرم و اقدام برای گرفتن پاس سفید را یک جا انجام بدهم بله فرم 130 رو برای همسرت اقدام میکنی اون پروسه کاری خودش را انجام میده به غیر از اون فرم 131 رو اقدام میکنی برای خودت آمی که پاس سفید رو بگیری برای این کار باید در خاک ایالات متحده باشی که فرم 131 رو اقدام میکنی یا نره خارج از آمریکا نمیتونی که برای گرین کارت برای پاس سفید اقدام بکنی چون شنیدم پروسه ویزای همسر کسی که گرین کارت دارد دو سال طول میکشه درسته هدفم این است که اگر امکان قانونی وجود داشته باشه این دو پروسه رو همزمان جلوی برم و در وقت و زمان زندگی ما صرفه جویی کنم احسن به تو خیلی هم برنامه ریزی قشنگه میتونی انجام بدی همانطور که گفتم همسرم دانشجو است و هنوز سربازی نرفته و قصد دارد پس از اتمام دوره فوق لیسانس در ایران برای گذراندن چند دوره تکمیلی با ویزای دانشجویی به آمریکا بیاد. آیا اگر با ویزای دانشجویی بیاید در خاک آمریکا می توانم برایش اه 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 برای تغییر وضعیت ویزا از دانشجوی اقدام کنم اگر که براش گرین کارت اقدام بکنی که چنانچه برامت بر حسب سوال قبلیت این بودش که این کار انجام بدی سخت براش خواهد بودش که ویزای دانشجویی بهش بدن روی این حساب بیشتر هدفتو تو بذار همون که با گیرین کارت ایشون تشریف بیارن آمریکا و راحت تر براش خواهد بودش که تا اینجا این کارا رو انجام بدی ولی اگر که احیانا با ویزای دانشجویی اومد و در آن زمان گیرین کارتش حاضر بود یعنی دو سال گذشته بود دو سال نیم گذشته بود هم که گیرین کارتش حاضر بشه بله شما میتونید که ویزای دانشجویی رو در آن زمان به گرین کارت از طریق خودتون تبدیل کنید یعنی آیا آن زمان اقدام, بر اقدام کنم برای اینکه گرین کارت بگیره که جوابتون دادم آیا زمان کمتری طول خواهد کشید که یا باز هم دو سال طول میکشه نه باز هم دو سال طول میکشه چون که سهمیه بندی میکنن به, به اون سوالیستش نیستش که آیا ایشون در خاک ایالات متحده هستن یا خارج از آمریکا دو پروسه داره یک پروسه اول این هستش که یک اداره مهاجرت پرونده شما رو قبول کنه و شما اون سهمیه اون سال رو استفاده بکنید که گرین کارتتون برای همسرتون بگیرید زیر کاتگوری F2A حالا چون که دولت عقب هستش و های سال پیش رو استفاده کرده برای همین برای شما دو سال طول میکشه که به زمانی برسید که همسر شما بتونه که ویزاشو بگیره یا گرین کارتشو بگیره بعد از دو سال اگه همسر شما خارج از کشور باشه از طریق کنسولگری آمریکا اقدام میکنن اگر در داخل کشور باشه از طریق اداره مهاجرت کار اقدام میکنن که خود اون هم ممکنه یک سال بیشتر طول بکشه من برنامه کاریتون روی دو تا سه سال بذار بر حسب زمانبندی الان این زمانبندی کاتگوری F2A خیلی عوض میشه الان که این برنامه داره درست میشه که مرداد 1393 هستش دو سال قایتا طول میکشه که شما گیرین کارتتون از طریق همسرتون بتونید بگیرید اگه شما گیرین کارت دارید قصد ما فهمیدن گفته سریع قانون آمریکا در این مورد است اصلا به شما که قانون احترام میذاری چرا که میخوایم کاملا قانونی عمل کنیم براو نستان خانم خیلی عالی هستش یعنی در کمال احترام به خط قرمزها از حقوق خود هم آگاه باشیم با کمال اشتیاق منتظر پاسخ شما هستم نه سلام خانم خیلی قشنگ ایمیل نوشته بودین خیلی متشکرم که اینقدر با ادب نوشته بودین و از اینکه قانون ایالات متحده و هر قانون کشوری رو باید احترام بهش گذاشت،, گذاشت از شما تشکر میکنم با سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر سوال من کمی طولانی و شامل چند بخش است به عبارت بهتر برنامه و نقشه که در نظرم هست رو خدمتتون عرض میکنم نه طولانی نیستش ورود با آمریکا از طریق ویزای توریستی به خود از سفارت خانه های کشورهایی که اخ، امکان اخذ ویزا راحت تر باشد ببینید این یک چیزی که در فکر ایرانیا افتاده که این سفارت راحت تر از اون سفارت هست. اون سفارت راحت تر از اینه نه همه سفارت ها یکیه همه کنسولگری یکیه نه کنسول آمریکا شما رو میشناسه نه شخص قبلی رو یا شخص بعدی که با شما ازش اینترویو میکنه میشناسه هیچ فرقی نداره روی این حساب پرونده شما اگر که پرونده ای باشه که باید ویزای دانشجویی ویزای توریستی گرفت بهتون ویزا میدن اگرم نباشه بهتون نمیدن تعارف نداره روی حساب هیچ کنسولگری بهتر از کنسولگری دیگه نیستش همشون که همه باید قوانین آمریکا رو احترامش بزنن وضع هم و, و زایمان همسر باردار در آمریکا و عقص شهروندی و شناسنامه برای فرزند متولد شده و برای والدین آن کسانی که فرزندشون در ایالات متحده به دنیا میاد آن فرزند سیتیزن میشه مشکل نداره تا سن 21 سالگیش نمیتونه برای پدر مادرش اقدام گیرین کارت بکنه آن فرزند مثلا شما بچهشون امروز به دنیا بیاد تا 21 سال دیگه نمیتونه برایشون اقدام بکنه ولی ما دیدیم کسانی که فرزندشون اومدن آمریکا با ویزای توریستی اومدن بچهشون اینجا به دنیا آمده بعد برگشتن به کشور خودشون بعد از اون هر وقت میخواستن بیان ویزای توریستی بگیرن براشون سوال کردن که ببین سر ما یه بار کلا گذاشتی رفتی آمریکا بچه دار شدی برگشتی به ویزا نمیدی من اینو دیدم روی حساب دوستان دقت بکنید این کارو و الان هم که دقت بکنید یک سوالی که یکی از دوستان کرده بودن میگفتن که آیه کاملی خب بچه ای من بیستو، الان پنج سالشه شیش سالشه پس به والدینش احتیاج داره تو آمریکا بس ما باید اونجا بمونیم نه همچین قانونی نیستش که شما به خاطر اینکه فرزند شما زیر سن قانونی هستش باید که شما باش باشین در آمریکا خیر بچه میتونه بمونه حالا کجا خدا میدونه ولی شما حق ندارید که نمیتونید که از طریق به خاطر آن بچه بتونید که در ایالات متحده اقامت بگیرید تا زمانی که بچه سن 21 سالگی برسه برای گرفتن ویزای توریستی آیا باردار بودن زن شانس را پایین به فرض اینکه گرفتن ویزا برای شوهر و زن باردار مایسر می آورد ببینید بستگی به کنسول داره من دیدم که پرونده رو بعضی رو بهشون که باردار بودن حتی هفت ماهی بودن هشت ماهی بودن بهشون ویزا دادن بعضی رو نمیشه حد زدش ولی میتونید که شانس خودتون امتحان کنید ولی در مورد اینکه فرزندتون در این کشور به دنیا بیاد و در آینده حساب بکنید اگه که میخواین رفت و آمد به ایالات متحده داشته باشین تا زمانی که بچه برای شما گرین کارت بگیره ممکنه که براتون مشکلاتی پیش بیاد آقای پویا میگن که سلام خوشحال میشم که جواب دو سال من رو بدید چش من حدود یک ساله که آمریکا هستم و با لوتوری اومدم مجردم میخواستم بدونم که شرایط ازدواج با دوست دختر قدیمی که ایران و قابل اپروف کردن هست چجوریه همونطوری که خدمت خانم نسترن بودن من گفتم همون پروسه هستش کسانی که گرین کارت دادن شما میتونید که باید برید ایران یا یک کشور سالس ازدواج بکنید برگردین شما آمریکا فرم 130 رو اقدام میکنید در حدود دو سال تا سه سال طول میکشه که نامزد شما یا در آن موقع همسر شما در ایالات متحده حضور داشته باشند. جدیدن شنیدم که باید حداقل سه سال اینجا بود و نمیشه خارج شد. این شا... سه صحت داره. خیر، همچین خبری نیستش. برای شما که گرین کارتی داری، گرین کارت داری, داری، میتونی که ازدواج بکنی، بری، پلوی همسرت باشی و ب... ازدواج بکنید، اقدام بکن، برو پلو همسرت باش. اون زمان بندی که هستش در مورد گرین کارت که بیشتر از 180 روز نمیتونی از کشور خارج باشی و احترام بذار اینجا رو هنوز اقامتگاه خودت بدون مدارک داشته باش که مقیم آمریکا هستی ولی پیشنهادی که من همیشه به دوستان میدم اینه که شش ماه آخر قبل از اینکه همسرت بره کنسولگری بیا آمریکا بمون اینجا کار بگیر که وقتی کنسولگری ازش پرسید که شوهرت کجاست بگه که ما در آمریکا هستش و داره کار میکنه اینم مداره که کارش هستش که بتونه که ببینید کسانی که گرین کارت میگیرن گرین کارت دارن یا سیتیزن آمریکا هستن که برای همسرشون پدر مادرشون فرزندشون اقدام میکنند اون گرین کارت اتوماتیکلی نیستش حقی هستش که دولت ایالات متحده داده است به اتباع خودش یا مقیم های خودش اینکه خانواده نزدیکشون رو به آمریکا بیاره که به آنها ملحق بشن این کلمه رو یادتون نره ملحق بشن اون ملحق شدن اگر که اون متقاضی در خارج از کشور هستش کنسول حق داره بپرسه که کجا میرین شما متقاضی م... 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 کجا که شما بهشون ملحق بشید خود طرف در خارج از آمریکا است شما کجا میرین ملحق بشی برای همین هستش که خیلی خوب هستش یعنی که شخص متقاضی در خاک ایالات متحده برای مدت زمانی باشند قبل از اینکه اون کسی که میخوادش که گرین کارت بگیره بره به کنسولگری آقای مجید میگن که خانمم لوتوری برنده شده دو هفته پیش کلیر شد و ویزاش رو از ابوظبی گرفت ولی من هنوز بعد از گذشت دو ماه و نیم از مصاحبمون کلیر نشدم بعضی از دوستان گفتن میتونید یک ایمیل شکایت در قالب فرم نامه 28 به کنتاکی بزنید که در این صورت کنتاکی به سفارت ابوظبی ابلاغ میکند که چرا به زوجها با هم ویزا ندادید و در نتیجه سفارت ابوظبی مجبور می شود ویزای مرا صادر کند میخواستم بدونم همچین ادعای صحت دارد چه صحت داره چه نداره شما وقت ندارید حتما این کار انجام بده کسانی که ویزای گرین کارت لوتوری گرفتن که این برنامه باز هم در مرداد داره بخش میشه در مرداد و شهریور یا شهریور اون سهمیه تموم میشه شما به هر دری که هستش بزنید که بتونید که اون ویزا رو تو پاستون بزنید اگر که نشد به همسرتون بگین بره ویزاشو بگیره تو پاسش بزنه کسانی که لوتوری بردن اینترویو رفتن برای یک نفر از اشخاص خانواده گرین کارت اومده کلیر شده برای بعضیا نشده برن کنسولگری کلیرش رو بزنن تو پاسشون کسانی که کلیر شدن پاسو بزنن اون ویزا رو بگیرن برای اینکه وقتی سهمی پر باشه اون ویزا رو ممکنه که به شما ندن یا ایتون نره هر کسی که کلیر شده بره بگیره تو پاسش بزنه بیادش آمریکا و بعد برای اون قسمت از خانواده که هنوز ویزاشون کلیر نشده بعدا میتونن براشون اقدام بکنن ولی این فرصت از دست ندید ما الان انتظار داریم که در مرداد در شهریور یه دفعه دولت بیاد خیلی از پرونده هایی که لوتوری بردن رفتن اینترویو و ویزا به پاسشون زده نشده رو رد بکنه به جهت حتما مطمئن باشید شما که اون ویزا رو تو پاسپورتتون بزنید الان که اون موقعیت نه، که اگه خدایی نکرده سهمی بندی پر شدش به ضرر شما استفاده نشه حالا <applause> اگر ویزای لوتوری تمام شد و من ویزا نرسید وقتی همسرم وارد آمریکا شود و گرین کارتش رو بگیره دقیقا چه مدت طول میکشه تا بتواند از طریق کیس خانوادگی من رو به آمریکا بیاورد مثل سوال های قبلیمون همسر شما هم گرین کارتی هستند، برای شما اقدام میکنن دو دو سال طول میکشه که حاضر بشه و سه سال قایتا طول میکشه شما بتونید که وارد متحده بشید سوال بعدیمون رو از طریق یک اتچمنت PDF هستش که شخصی میگن که جناب کاویلی من سوالی در مورد سیتیزنی دارم لطف کنید به من جواب بدید من و همسرم از اول سال 2013 گیرین کارت داریم از طریق خانواده گرفتیم گویا طبق قانون باید بیش از دو سال و نیم از پنج سال رو در آمریکا بوده باشیم و سفرهای بالای پنج ماه نداشته باشیم تا بتونیم رأس پنج سال سیتیزن شویم درسته ما سفرهای بالای شش ماه نداشته باشید آم، ما چهار ماه از, او، از اول 2013 در آمریکا بودیم برای انجام کارهای ناتمام خانوادگی به ایران سفر کردیم و کمتر از شش ماه در ایران بودیم و در اول نوامبر 2013 به آمریکا برگشتیم هفت ماه در آمریکا بودیم تقاضای پاس سفید کردیم و انگشتنگاری و الان به ایران برگشتیم نوامبر 2013 بودیم هفت ماه گذشته یعنی آپریل 2014 برگشتیم اگر 11 ماه در ایران بمونم میتونم رأس 5 سال سیزن بشم یا اینکه سیریزنی من به خاطر سفر 11 ماه به ایران بیش از 5 سال طول میکشد کسانی که بین شش ماه تا یک سال از خاک آمریکا خارج بودن با گرین کارتشون باید توضیح بدن که چرا خارج بودن در زمانی که سیتیزنشیپشون رو اقدام میکنند میتونید اقدام بکنید شما ولی که اون 11 ماه پرونده سیتیزنشیپ شما رو در خطر میندازه ریسکو نکن برگرد آمریکا زیر 6 ماه که این ریسکو به هیچ عنوان شما انجام ندید و یادت نره در 5 سال باید که سی ماه رو در ایالات متحده باشید شما دوستان از اینکه وقت رو من دادین متشکر هستم تا جلسه بعد که با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم برای تک تک شما عزیزان شبها ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی